الأصل في تربية الأولاد أن الولد لا يضرب. اصل در تربیت فرزندان بر اینه که ما فرزندان خودمون رو نمیزنیم. كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. مانند پیامبر صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین. كان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم انس وابن مسعود رضي الله عنهما. انس و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما از جمله کسانی بودند که در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار داشتند. خدم النبي صلی الله علیه و سلم و هم صغار. در حالی که خردسال بودند در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفتند. لم یضربهم النبی صلی الله علیه و سلم. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هیچگاه اونها رو کتک نزد. بل لم یقل لهم النبی صلی الله علیه و سلم یوما من الایام لماذا فعلتم هذا و لماذا تركتم هذا. و هیچگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اونها نفرمودند که چرا این کار رو کردید یا چرا این کار رو انجام ندادید. لكن اذا اضطر الانسان الى ضرب الولد يكون الضرب بشروط خمسه والله اعلم. اما اگر انسان ناگزیر به کتک زدن فرزند شد میتونه این کار رو انجام بده به پنج شرط. الاول الا يسرف الضرب. مورد اول اینه که در کتک زدن زیاده روی نکنه. نه اینکه به این معنا که زیاد کتکشون نزنه یا از نظر کیفیت و نحوه کتک زدن با چوب دستی بزرگی اونها رو مورد کتک قرار نده یا از نظر محل کتککاری به صورتشون نزنه. الثاني ان يكون الضرب ممن له ولايه على هذا الصغير يعني لا ياتي اي احد يضرب هذا الصغير. شرط دوم اینه که کسی اجازه تنبیه فردی رو داره، کودکی رو داره که بر او ولایت داره، مانند پدر، نه اینکه هر کسی بیاد و به خودش اجازه بده که به کودک کتک بزنه. الثالث ان يقع من الصغير ما يقتضي الضرب عليه. و مورد سوم این که کودک مرتکب کاری بشه که مستلزم تنبیه باشه، یعنی لا يضرب الصغير على كل شيء. به این معنا که شایسته نیست که به خاطر هر مسئله و به خاطر در هر شرایطی و با هر موضوع و بهانه کودک خودش رو کتک کاری بکنه. الرابع ان يضرب من يعرف الضرب، یعنی يكون يعني هذا الولد مثلا لديه 6 اشهر، هذا لا يعرف الضرب، قد تضرب ويضحك مثلا. مورد و شرط چهارم اینه که کودکی تنبیه میشه که درک درستی از تنبیه داره، نه مثل کودک شش ماهه‌ای که معنا و مفهوم تنبیه و کتک رو نمیدونه و حتی اگه بزنی شاید بخنده هم. نعم. الخامس والاخير ان يكون الغرض من الضرب التعليم والتأديب لا الانتقام، لان الكبير يضرب الصغير انتقاما لنفسه. و شرط پنجم اینه که هدف از کتک تنبیه باشه، تعلیم باشه، آموزش دادن نکته و موضوعی باشه و نه انتقام یا کودک آزاری و اینکه بزرگتر بیاد و به کوچکتر بزنه. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما والله اعلم. پروردگارا از همسران و فرزندان ما اونها رو مایه روشنی چشمان ما قرار بده و ما را پیشوایانی برای اهل تقوا بگردان.